بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت ولسوالی دره‌صوف، ولایت سمنگان، پایتخت کابل جان، پدرنولد اشرف غنی. وقتی که ازدواج کردین چقدر گله دادین؟ ما حدوداً 3 لک. 3 لک افغانی. آره. از دخترها گله گرفتی یا نه؟ نه. یعنی از خارجی ها خوب پول میگیرن دیگه. خوبه دیگه. اینایی که اینجا هستن خوب نگاه میکنن به اونایی که خارجن، توقع اینا میره بالا. برحال نباید اینجوری مقایسه شد. اگر به چیزی من باشد گله نمیگیرم، اگر به عقیده و نظر من باشد گله نمیگیرم. زوریش گله نمیره، زوری دیگه شد افمو فروشه دیگه. افلا اگر شد دل افغانی میگیره دین زوری نفرا اینا آدم فروش هسته. من واقعا دوستی ما قبولش ندارم اینو. چرا؟ به خاطر قبول ندارم که خب اونم اولادی ما دیگه، فرق نمیکنه. پدرم دهنشو باز نکرده که مثلا گله بده یا نه. گله حرامه. از دخترایتون چیزی گرفتین یا نه؟ از دخترم هم چیز نگرفتم، حتی خط چیز نگرفتم. ما سر نو میرم مدرسه. پر بچه. چی خیلی خیلی نکو بگم چی؟ خب بزن بابا. 240,000 افغانی. دلگو 40,000 افغانی ما؟ خدا این دادنه راضی یا نه؟ یا از مجبوری میکنم؟ رازیست. کیلویی هرچی که چاق بود بهتره. کیلونی 100 میلیون. دخترام که داره بلگرد میشه، پسرام هم داره. میگن ندارین شوری ده شور، ندارین بینمکی، ندارین قدرسار، ندارین خمخمکی، ندارین بمبلیریشو، ندهی بهکنکی. آقا جان فکرتان رو بگیرین که والا اونایی که ازدواج نکرده باید ازشون بپرسیم. باشه دیگه خیلی. گفتم میشه میشه؟ آه. چی شد؟ بس از دیگه. بس چیه؟ نه شخص پیدا میشه همی. یا شخص پیدا کردی یا پیستن دیگه بزن. شخص پیدا میشه، فقط همی مشکل اقتصادی و بکلی خلاصه. میگم که اگه بعد اگه خوب ازدواجی مردم که نه بعد گفتم که نه خوب. تشکر. شاید حد زده باشید که موضوع برنامه ما چی است، ولی خب وقتی که یک جوان قصد ازدواج داره، یک سری مسائل از طرف خانواده داماد یا از طرف خانواده عروس یا پسر یا دختر پیش پای قرض و خانواده هست. برای مثال خب چیزهایی که عنوانهای مختلفی داره و گویش‌های مختلف در افغانستان فرق میکنه. یک کسی میگه همیفهم مهریه، شیربها، تویانه، قلین، گله و همه این موضوعات برای قبل از ازدواج یک چیزی است که مورد بحث و بررسی قرار میگیره. ما اومدیم امروز تا نظر مردم در مورد تویانه، گله یا همون قلینی که با گویش های مختلف فرق میکنه از مردم بپرسیم تا نظرشون در مورد این مسئله چی است. آیا با این مشکل دارن یا از نظرشان درست است؟ بچه میگه من برم به خواستگاری یک دختر، پدر دختر گفته که نمیفهم 2,000 دلار یا مثلا 200 یا 300 میلیون تومان یا 3-4 لک افغانی بیاین مثلا این را با عنوان گله باید بتین و بعدش بقیه مسائل و طلا و نمیفهم مسائل دیگه ای که هست با هم صحبت میکنیم و به نتیجه میرسیم. میخواییم ببینیم نظر مردم چی است و آیا با این مسئله موافقن یا مخالف. با ما همراه باشید تا پایان این ویدیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلطان محمدی، سلطان ولد نورس. از کدام ولایتی؟ ولایت میدان، ولسوالی مرکز بهسود. مرکز بهسود. سمنگان. چند سال میشه که ازدواج کردی خودت؟ ازدواج تقریبا 40 سال میشه. چند تا اولاد داری؟ 7-8 اولاد دارم. ماشاءالله، خدا حفظشان کنه. سلامت باشی. هم دخترم هم پسر. دخترم پسره. ازدواج کردن بچه‌ها؟ نه، دخترم ازدواج کرده باشه. نه. از دختر خود چقدر گله گرفتی؟ 3 میلیون. 2 میلیون. تومان؟ آره. به نظر خودت گله داده بودی یا نه ازدواج کرده بودی اون وقت؟ ما 30,000.
3000 زمان وقت 3000 زمان چقدر پیسه؟ آره 3000 افغانی. وقت زیاد بود 3000 یا کم بود؟ نه کم بود. خیلی نبود داره. حالا اگه بچه ها بخواه ازدواج کنه، حالا چی بچه ها چی دختر ها چقدر به نظرت گلم بگیرم؟ گله که مو رواجت نداریم، نمیگیریم. آره نمیگیریم، فقط همون مصرف میگیریم. چون حالا بین مردم دیدی دیگه، مخصوصا که داماد خارجی آره. باشه چقدر؟ او که زیاد میره، اگه خارجی باشد که زیاد میره، باز مو رواجت مو بطور نیست، رواجت مو کمه. پول نمیگیریم، مدام همون خرج دختر بیدیم. چرا؟ خود دیگه او دختر مالی مردم. شما این حال دختر شما رو میخوایی بگیرید، چرا ازش گله نمیگیرید؟ گله یه که جای خوب بود آدم بیده، آدم مطمئن باشد، مسلمان باشد، مواطی نباشد، آدم خوب باشد، مگه دختر مال مردم باید بره خانه بخت بود. آه دیگه خوب، از یک نظر مشکلات مش... آره بود، سالی که زیاد آیا اینش. خب خیر ببینید، تشکر، سلام آمد باشید، خدا حافظ شما. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوبه؟ میشه خود معرفی کنین؟ من اسم عبدالحسینه. از کدام ولایتی؟ ولایت بامیان. ولایت بامیان. ایران زندگی میکنین؟ آره. چند سال شده که ازدواج کردین؟ 24 سال. 24 سالی میشه، 24 سال 25. خب چند تا اولاد دارین؟ هست به حمدالله 5 تا هستش. خب خدا حفظشون کنه. همون وقتی که ازدواج کردین گله دادین یا نه؟ گله دادم کم. اون موقع بین همشهری ها هفت تومن، هشت تومن اینا بود، از ما گرفت دو تومن. دیگه بچه آرسی کده یا نه؟ نه بچه آرسی. اولاد ها هیچ کدام؟ هیچ کدام میشنه. دخترتان بخواه ازدواج کنه چقدر گله میگیرید؟ اگر به چیزی من باشد گله نمیگیرم، اگر به عقیده و نظر من باشد گله نمیگیرم. چرا؟ چون همه علما گفته گله حرام. برای بچه هایتان باز اگه گله بگه گله باید بدین، باز گله میتین یا نه؟ خب مجبوریم، اگه گله ندیم کس پیدا نمیشه که دخترشم جوری بدیم. مجبور. چقدر به نظرت میال بین قوما و دوستا و یا نرخ گله چقدر است میال؟ نرخ گله بین قوما و دوستا از 70 تومن شروع شده تا 150 تومن. از 70 میلیون؟ آره 70 میلیون. افغانستان خبر دارین چقدر؟ نه افغانستان خبر ندارم، ما اینجا دارم خبر. همی 70 و 100 و 150 میلیون هم میدن باز کسی یا نگلا؟ من 100 تومنش را دیدم که دادم، ولی 150ش را شنیدم. آره. به نظرتون خب در کل کار اشتباهی دید؟ اشتباه که هست، اشتباه هست. منطقه خب بعضی آنها میگه که مثلا این خط گله میگیریم، این هم چیز میشه، این هم مصرف میشه به خودش، ولی خب مصرف نکنه، وقت تجملات زیاد بکنه دوست هم بگیره مصرف میشه، ولی این باعث میشه که جوان ها داره سینش میره بالا، دختر هم که داره ویلگرد میشه، پسر هم همینطوری. تشکر. شما غیر این چیز دیگه دیدی؟ نه. خب منظور از این مصاحبهش می چی بود؟ ما منظوری است که ما کلا میخوایم نشان بدیم مردم که امیر رواج گله خوبه یا بده. خب رواج گله که از قدیم ایام مردم بود. رواج بده، ولی خب مردم دارن میگیرن. میان ما شنیدیم کسایی که دامادشون خارجی است، به اصطلاح خارج زندگی میکنه، هر کدام از یا 2000 دلار 3000 دلار در می ایران شو میگیرن. آره. تشکر، ببخشید وقت خواهش میکنم. موفق باشید. بعد خودتون بالاخره این مانده. تو خوبید. بیرم خانم یک گپ میزنم. قبول میکنید؟ بله. در تلویزیون؟ گپ میزنی؟ گپ دیم؟ گپ بزن. شما هی صدقه. بیا کم طرف دار. خب، سلام علیکم. سلام علیکم. میشه خود معرفی کنید؟ من که معرفی کنم، من به نام سید حسن حسینی. خب از کدام ولایتی؟ ما که از این ولایت اولسوالی در یوسف ولایت سمنگان پایتخت کابل جان پدرنالت اشرف غنی افغان. باش من یک سوال دیگه کنم، باز سوالا رو پیش بریم. خوب خوش خوش. چند تا اولاد داری؟ من 4 تا غلام بچه تا. دخترام دارین؟ عمو چهار دختر چهار بچه، همه شرادرا کردیم، خودیم تنها قضاجی خانم ماندیم. خدا حفظشان کنه. خدا سلامت باشه. کلشان آرسی کردن؟ کلش آرسی کرده، هر کدوم ایشون اولاد داره. خب از دخترا چقدر گله گرفتیم؟ من یک حساب که من آدم فروش نیستم، هر دختر را گرفتیم، قد یکیش علیش کردیم، یه بس کردیم، یک بچه زن گرفتیم و را دادیم. دیگه من تا دختر قلین نکردیم، هیچی دخترم نفروختیم، آدم فروش هم نیستم. در
هر جایی که شیخ هست بیا قدم صحبت کنه، هر جایی کلانه بیا صحبت کنه، ما صحبتش جا میشه بگویم. امی قوما و دوستا و امی همشهریایی که اینجا هستن. بله. چقدر گله میگیرن از دخترای؟ از دخترا زوریش کلا نمیره، زوری دیگه شن مفروشه دیگه. افلا اگرش دل افغانی میگیره. دین زوری نفرای اینا آدم فروش هسته. اوی که آدم کل یک نفر نمیشه، آقا آدم بد داره، خوب داره، هر رقم دیگه اون نفرای هست که نفر زنده مفروشه، دین خود مفروشه. او را ما کار نداریم آقا. تشکر. گفتم میشد؟ یه چی شد؟ بس هستی؟ بس چیه؟ امروز بچه در پدر نیست، دختر نه مادر نیست، زن با شوهر نیست، از روی چی نیست؟ نه برادر از زن برده مرد نیست، زن یعنی زنی مرد زن در او خانه شریکه. نکنید بلیاز خدا که بینگرید میگن ندارین شورید شور، ندارین بینمکی، ندارین قدرسا، ندارین خمخمکی، ندارین بمبلیریشو، ندهی بخکنکی. آقا جان فکرتانو بگیرین که دیگه اینی میره. ما دعا میکنم که بچه ها هر جا هستید در روی پدر رف نکشید، در روی مادر رف نکشید، که پدر و مادر یعنی مادم یعنی پدر و مادر در چی خیلی خیلی نکو آقا جان چی؟ رب بزن بابا یه نالی هم که سیل کنی آقا جان. تشکر. تشکر از خود شما. سلامت باشید، هر جایی باشید، فیروز و سربلند باشید، هر جایی باشید. دیگه از ما و شما خدا حافظ. خدا حافظ. خدا بخشید. خوب هستید؟ بله. دو دقیقه گپ میزنیم امروی ما؟ بله. در مورد ازدواج ازدواج کردی یا نه؟ بله. خوب بیا نشه خود معرفی کنی؟ من حکیم رضایی هستم. از کدام ولایت افغانستانی؟ از دایکندی. از دایکندی. چقدر دیر میشه ایران اومدی؟ تقریبا مدت یک سال میشه. یک سال. اینجا کار میکنی نه؟ بله. ازدواج کردی نه؟ بله. چند سال شده؟ تقریبا دو سال میشه. همین. وقت ازدواج کردین چقدر گله دادین؟ گله به حدود 4 لک افغان. به نظر گله دادن و گرفتن خوب است یا نه؟ اصلا چطور دادی؟ خب مجبور بودی چیکار کنی؟ همو که گفته بودی هنوز کم کردی؟ کم کردیم هنوز، خیلی تلاش کردیم کمام نمیکردیم تازه باید بیشتر از اون خواستم. اولاد هم دارین؟ بله. چند تا؟ یک. آه ولی بچه هایتان مینجاست یا افغانستان؟ بچه هم افغانستان. دیگه ای گله به نظرت خوب کال بده است، در دیگرها چی پیشنهاد میکنی؟ به خانواده ها، به کسایی که قصد ازدواج دارن؟ پیشنهاد ما امینم برای بقیه ها، مثلا از اولش که برای امین مردمی که مثلا امی حالا ما حالا امی حالا ما دین برای مردم یک پیشنهاد کنم، کسی میخواد زندگی کنه اینطوری یک چیزی است که فلج زندگی اولاد خودش است. فلج زندگی مثلا ما خب اجوری حالا مجبور تهیه کنیم، حالا در آینده ای ندارد که مثلا برای مردم هم پیشنهاد همیه که این کار را نکنن با اولاد خودش، ظلم است واقعا. چی یک کاری میکنیم که برای فشاری میارن که بالاخره فردا یک مشکلات که پیش میارم تاثیر همینه. تشکر، ببخشیم وقتان. خواهش میکنم. سلامت باش. سلام. علیکم سلام. میشه خود معرفی کنیم؟ من مهسا هستم از افغانستان. از کدام ولایتی؟ کابل. کابل. بعد ازدواج کردین یا نه؟ نه ازدواج نکردم، فقط عقد. خب نام زدین دیگه. بله. شما پدرتان از داماد گله گرفته یا نه؟ والا پدرم اصلا در آبجیم هم ازدواج کرده، اصلا دو ساله که از دامادش گله طلب نکرده. خب چرا؟ خب گفته اگه داره که بده، اگه نداره که هیچی. الان هم خودم تازه عقد کردم دیگه، 8 ماه میشه دیگه. پدرم دهنشو باز نکرده که مثلا گله بده یا نه. به نظرتان این رسم و رواج گله خوبه یا بده کنه؟ حالا اون یه چیزه دیگه، فقط چی بگم دیگه، بخشیش پدر و مادرشه دیگه، چیزی هم نیست دیگه. من اگه خودم میخواستم چیز کنم مثلا همونو نمیگرفتم. نامزدتون داخل یا خارجه؟ خارجه. خب از خارجی ها خوب پول میگیرن دیگه. خوبه دیگه، حالا اونام دیگه زحمت میکشه اونجا دیگه، شب روز کار میکنه، مثل اینجا نیست دیگه، هزار بدبختی اونجا هم داره اینجا هم داره. بله. البته خوب به نظر ما همراه کسایی که صحبت کردیم، خب یک چیزی که دارن میگن که گله که بگیری خب مشکلات اقتصادی سر بچه زیاد میشه، از اول زندگی با مشکلات زندگی شروع میشه. اون دیگه دست دختر، البته اگه دختر بخواد میتونه ببخشه برای بچه،
حالا بعضی کسا هم میتونه نمو بخشه، بعضی کسا مو بخشه. من الان خود گفتم خواهیم ازدواج کنم، مثلا دخصی هیچی نیست، مهم زندگی است. نه گله مهمه، نه مثلا عروسی اونجا چیزایی که مصرف کنیم همش. انشاءالله خوشبخت شد. سلامت باشیم، تشکر. خدا حافظیم. بابا سلام. خوبی؟ شکر. خوبا سلامتی؟ شکر. از کجای افغانستانی؟ از ورس. از ورس؟ بله. خب ایران زندگی میکنی یا حالی زیارتی آمدی؟ زندگی میکنم. خب چند دانه اولاد داری؟ اولاد چند دانه داری؟ چهار تا زر، یک چهار دختر. کلش آرسی کردن؟ خب نه. از دخترها گله گرفتی یا نه؟ نه یعنی گله نبود وقتا دردار گله بود. برای بچه ها چی؟ گله دادی یا ندادی؟ بچه ها هره به گله میگه. چند گله دادی؟ چند گله دادی؟ یاد نمیه، یاد نمیه. خب در کل خوبه یا بده به نظرت گله؟ گله خوبه یا بده؟ یعنی تو اگه بعد اگه خوبه که موزه بیشی مردمه. یا نه؟ نه او تو که رواج خود رواج هست. من به نظرت که بده بگیره یا بده خوبه یا بده؟ میگم که اگه بعد اگه خوبه رواج مردمه که نه بعد گفتم که نه خوب. تشکر. از کدام ولایت افغانستان؟ ولایت سرپل. ولایت سرپل. چند سال شده ازدواج کردی؟ حدودا 10 ساله. 10 سال. چند تا اولاد دارین؟ دو تا. وقتی که ازدواج کردین چقدر تویانه یا گله دادین؟ ما گله ندادیم، جایزه خودمون تهیه کردیم. خب در ایران ازدواج کردین یا افغانستان؟ ایران ازدواج کردیم. خب به نظرتون الان کار خوبی هستن گله گرفتن و دادن یا نه؟ نه دیگه، قدیمیش ده واقعا خرجام زیاد شده، از پسش بر نمیاد. اگه بخواد کسی ازدواج کنه باید شرایط هم دیگه درک کنن واقعا. دیگه اگه دخترتون جوان شوه گله میگیرین یا نه؟ نه اگه آدم سالم بیاد گله دیگه مهم نیست. شرایط ازدواج الان، شرایط ازدواج برای جوانای امروز به نظرتون چی الان مهمتری میشه؟ والا اونایی که ازدواج نکرده باید ازشون بپرسید. ما که دیگه خیلی نیستیم توی چه الان. ما چیزایی که ما شنیدیم بین کسایی که مخصوصا کسایی که دامادا که از خارج میان بچه‌ام، خویا هر کدومشون 2000 3000 دلار هم حتی گله دادن مثلا. بله داخل ایرانش هم حتی 100 میلیون تا 200 میلیون تومان مثلا گله دادن. خویی به نظرم خب یک مقدار شبیه خرید و فروش میشه، نمیشه؟ بله دقیقاً همینطوره، متاسفانه همینطوره. به همین دلیل نمیتونن جوان‌ها ازدواج کنن، به خاطر همین فراری از ازدواج. تشکر. سلامت باشه. با اجازه. موفق باشه. از کدام ولایتی؟ از خوادم. ولایتم غزنی. ولایت غزنی. چند سال میشه ازدواج کردین؟ ما که 25 6 میشه. چند تا اولاد دارین؟ ما الان 2 تا، یه پسر یه دختر داریم. ازدواج کردن یا نه؟ ازدواج پسرم مجرد، دخترم که ایشون چهار ساله که ازدواج کردم، یه بچه هم دارم. شما وقتی ازدواج کردین خودتان چقدر از داماد گله گرفتین؟ ما هیچی نگرفتیم، چون خودیم پسرم و شوهرم بود، ما هیچی نگرفتیم. از دخترتون چی؟ از دخترمون چیزی نگرفتیم. چرا؟ به خاطر که گفتیم خودیه، بعد گلم میگه به اصطلاح میگه که حرام. به حالا ما شنیدیم که درست نیست گله گرفتن. منتها دیگه بقیش فقط گفتیم جواز و پسر بگیره. بعد خودی هم که بود دیگه چیزی نه. و این دوستا قوما یا به نظر تا الان نرخی گله چقدر؟ گله در حد اینجور که مثلا جایی که زیاد میگیرن مثل تهران مثلا 30 میلیون اینا رو میگیرن، بعضی ها کمتر میگیرن. شما کمیشه شنیدید؟ ما همین الانشو مثلا بررسی کردیم. نه من زیادشو گفتم. خب 30 میلیون؟ مثلا من 30 میلیون شنیدم. نه ما الان شنیدیم 100 تا 150. آها پس من نمیدونم. مخصوصا کسایی که از خارج میان، بچه هایی که از خارج میان دختر. خراب کردن.
اینا که از خارج میان خب به هر حال اینایی که اینجا هستن دیگه این چیزو ندارن، اقتصاد ندارن، ارزش پول دیگه. بله دیگه. بعد اینایی که اینجا هستن خب نگاه میکنن به اونایی که خارجن، توقع اینا میره بالا. به هر حال این نباید اینجوری مقایسه شه. در کل موافق نیستین با گله گرفتن؟ نه، چون خودم نگرفتم. خوشحال الان الحمدلله خدا رو شکر دخترم خوشبخته خدا رو شکر. یعنی من چیزی نگرفتم باز به هر حال خوشبخت خودم. آرزوی پدر و مادرم اون است که خوشبخت باشم. منم همینه گفتم، گفتم من از شما چیز نمیگیرم، منتها من آرزوی خوشبختی برای شما جوانا دارم. موفق باشید، سلامت باشید، انشالله که زندگی خوب باشید، انشالله که همه جوانا به خواستای خیرشون برسید. از شما درد نه. از کدام ولایت؟ از ولایت میدان اردک. اینجا ایران زندگی میکنین؟ بله ایران زندگی میکنم. خب چند سال شده ازدواج کردیم؟ مثلا 2 سال. مثلا ما ازدواج 8 سال میشه ازدواج کردیم. خب ما صد نو میرم مدرسه. برو بچه. خب دستونیم میرم. خب گفتین 7 سال شده ازدواج کردیم. 8 سال. وقتی که ازدواج کردیم چقدر گله دادیم؟ ما حدوداً 3 لک. 3 لک افغانی؟ آره. خانمتان بیگانه بود یا نه؟ بیگانه بود. آره. به نظرتون گله خوبه یا بد؟ گله یک چیزیه که مثلا بچه رو وادار مونه که مثلا وقت پول بده، پول وقتی پول گله رو میدی یا مثلا پول جزیه تزیه مونی آخر میشه خانه خودت خالی میشه دیگه. خب باید یه ذره شروع ها کم باشه گلم. چقدر قرض دار شدی در عروسی؟ در عروسی که حدودن من اون موقع 6 لک. 6 لک افغانی؟ آره. هم کابل عروسی کردین یا؟ آره کابل عروسی کردین. خب تا تالاری عروسی بود یا نه در خانه؟ نه در خانه، در حدودن که ما بازم گرفته بودیم در خانه بود. خب حالی چند تا اولاد داریم؟ الان 2 تا. دختر یا پسر؟ 1 تا پسر 1 تا دختر. دخترت اگه ازدواج کنه چقدر گله میگیری ازش؟ دخترم ازدواج کنه حدودا شاید ببینیم اون واقعا چی میشه. ات گله میگیری یا نمیگیری؟ شربه های چیزی باید به مادرش بدیم دیگه. او چیزی تعلق به مادر میگیره، نه چیزی که شربه. الان مردم در گله میگیره و چیزی که شربه ها به بهانه شربه ها گله میگیره. بین دوستا و قوما و یایتون که الان هستن اینجا مثلا یاد اینجا در افغانستان یا جای دیگه، همین نرخ گله به نظر چقدر باشه؟ داخل افغانستان الان حدودا 3 لک 2 نیم لک است. ایران چی؟ ایران حدودا 100 میلیون این چیزا هست. دیگه نمی کسایی که از خارج میای به نظر من بچهایی که از خارج میای برای زیاد دیگه 2000 دلار 3000 دلار به نظر من چیزا نیست. چیزی نیست. آره برای کسایی که داخل خود افغانستان زندگی میکنه یا داخل ایران زندگی میکنه برایشون سخته. در کل به نظرت کار خوبی است یا نیست؟ گله گرفتن در کل کار خوبی نیست. نظر چیه؟ میان چی پیشنهاد داری مثلا به خانواده جوانایی که الان دیدی دیگه چقدر ازدواج کم شده؟ آره به خاطر که باید حدوداً گله را اگه میخواد بگیره حدوداً کم بگیره، نه اینقدر 100 میلیون 3 لک افغانی. مثلا در حدود بیکاری شده، الان خرج گران شده، همه چیز گران شده، بخاطر از این نمیتونه خانواده تضمین کنه. را تشکر. زنده باشی. سلامت باش. من حدود 30 سال شده ازدواج کردم. خوب چند تا اولاد دارین؟ 4 تا اولاد. 5 تا اولاد. دختر یا پسر؟ هم دختر هم پسر. خب الحمدلله. بعد ازدواج کردن بچه ها؟ بله دخترها ازدواج کردن. خب ما در افغانستان، خب شما خودتان اهل افغانستان، از کدام ولایت افغانستان هستید؟ بامیان. بامیان. خدمت شما عرض شود، خب شما در بامیان هم که زندگی میکنید، یک رسم و رواجی که در افغانستان هستی هست که مردم دختردارا معمولا یک چیزی به نام تویانه، گله یا قلین از خانواده داماد میگیرن. به نظر شما امی کار درست است یا نه؟ بله، یعنی صرف گله که مثلا بگیره به نظر مراجع خود گله در مقابل که انسانی گوید در حکم خرید و فروش میشه گله حرامه. شما از دخترهایتون ازدواج کرد گله گرفتین یا نه؟
نه ما نگرفتیم، همین قدر که مثلا اونا راضی بوده یک مقدار پولی به ما داده طور رضایت ما گرفتیم دیگه، و در غیر از اون بدون رضایت ما نمیتونیم که از اونا چیزی بگیریم، فقط اونا به رضایت خود به ما داده و مثلا ما هم گرفتیم و مثلا به عنوان هبه یا چیز مثلا گرفتیم، ما قبول کردیم. برای بچه های خود گله دادین یا نه؟ نه برای بچه ها تا حال ازدواج نکرده، ولی گله خود صرف گله امر شرعی نداره، مثلا حرام است. بله تو انسان در قالب پول مثلا فروخته شد یه حکم پیدا آخو یک قسم خرید و فروش میشه دیگه. بله. و به نظرم خب یک چیزی هم هست که هرچی خب آسانتر بگیریم ازدواج ها بیشتر میشه، جوانان مشکلات اقتصادی را کمتر میبینن و زندگی های بهتر شکل میگیره به نظر من. بله 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 در مسئله ازدواج چون یک امر حیاتی هسته باید خیلی دقت صورت گیره تا در آینده پشیمانی برایش پیش نیاد. سرمایه ازدواج باید در یک جوان وقتی که ازدواج میکنه باید تقوا باشه، ملاک تقوا باشه، ملاک پرهیزگاری باشه، این باشه، نه ملاک پول مثلا ماشین خانه این چیزا مثلا نباشه. اگر مثلا ملاکش این چیزا باشد مثلا اون وقت ازدواج آخر ندارد، حتما در جدایی کشته میشد. باید تقوا داشته باشد جوان، این مثلا تاکید شده است که پیغمبر خدا گفته است ایاکم خضراء و دمن، بپرهیزید شما از خضراء دمن. عرض کرد یا رسول الله خضراء دمن چی است؟ فرمود اون دختری که مثلا در خانواده بد تربیت میشد از اونجا زن نگیرید، فردا ازدواج شما را مثلا ازدواج به آخر ندارد، خانه شما را زندگی شما را به آتش کشیده میشد. باید تقوا باشد. آره تقوا، یک جوان خوب یک پیش آمد مثلا او تقوا داشت مثلا با اون بیدید دختر خود مثلا با اون ازدواج کنه که انشاءالله این ازدواج خدا پسندن هسته. تشکر ببخشید دیگه وقت. سلام علیکم. خب چند سال جد ازدواج کردیم؟ ما تقریبا 30 سال میشه. چند تا اولاد داریم؟ 5 تا. 5 تا. بچه ها و دختر ها ازدواج کردن؟ آره دو تاشون ازدواج کردن، 3 تاشون مجرد. وقتی که ازدواج کردین گلم دادین یا نه؟ قلین یا تویانه هر چیزی که شما آره دادیم. ها کم بود یا زیاد بود نظر با اون زمان؟ نظر با اون زمان زیاد بود. آه. از دخترهایتان هم چیزی گرفتین یا نه؟ از دخترامون نه چیز نگرفتیم، حقیقت چیز نگرفتیم. چرا؟ خب به خاطری که خب داماد اذیت میشه، قرضدار میشه، خب هرچی گله کمتر بگیری خب زندگی خودشون بهتر میشه. به مخاطر برای بچه هایتان چی باز گله و تویانه دادین یا ندادین؟ برای بچه همون هم کم دادم، خیلی نه. دیگه الان که نرخ چی به نظرتان میاد چقدر است نرخ گله و تویانه بین دوستا و قوم ها و یایتان؟ بین دوستا دیگه هر رقم هست دیگه، هر قوم یک رسمی دارن برای خودشان دیگه. ایران که خیلی نمیفهم، افغانستان از 3 لک داریم تا 7 لک و دیگه بالاش بالا دیگه. به نظرتون در کل خوب است یا بد است؟ در کل اگر حساب کنین خیلی خوب نیست، کاری بد است. باید هرچی آسانتر بگیری برای داماد دیگه که زندگی بهتر میتونه برای خودش درست بکنه. تشکر. خواهش میکنم. قربان شما. خیلی ممنون. موفق باشید. ولایت دایکندی. ولایت دایکندی. دام زندگی میکنی یا مسافرتی آمدی؟ همینجا زندگی میکنم فعلا. ازدواج کردی یا نه؟ بله. چند سال شده؟ 12 سال. 12 سال. چقدر تویانه یا گله دادی اون وقت که ازدواج کردی؟ تقریبا 240,000 افغانی. 240,000 افغانی ها؟ در افغانستان ازدواج کردی؟ بله. اولاد هم دارین؟ آره. خب به نظرت گله گرفتن خوب است یا بد؟ کلا کار خوب نیست گله گرفتن. خب اگه خوب نیست چرا دادی؟ خب ما به خاطر که ازدواج کنیم خب مجبور بودیم گله را بدیم دیگه، خواسته بودن دیگه. چیزی اجباریه ولی کلا چیز خوبی نیست. دخترت بخیر کلام شوه وقت ازدواجش گله میگیری یا نمیگیری؟ نه به هیچ وجه. چرا؟ چون دوست ندارم گله. خب دیگه اول خبر داری نرخ گله چقدر؟ نه تو بین دوست قوم ها آشنا ولد ایران که نرخ‌های مختلفی هست ولی کلا گله اصلا فکر کنم از نگاه شرعی هم چیزی خوب نیست، حرام گفته، ولی ما افغانی ها میگیریم دیگه نمیدونم. به نظرت چی کار میتونم بکنم خانواده خودم؟ پدر و مادر ها که از
خوشبختی اولادهای خود میخوای، درسته؟ یک شرایط به نظر به شرایط اقتصادی امروز چیکار باید بکنه براشون؟ والا نظر به شرایط اقتصادی امروز پدر و مادرها واقعا اگر میخواین مثلا اولادشان بخصوص اونایی که دختر دارن بخواین دخترشان خوشبخت باشن، همین موضوع گله و چیزا را کلن چیز کنن، حذف کنن از زندگی همه ما افغانی ها، که امیدوار است همینطور هم شوه. دخترش هم مثلا بره در خانه شوهر خود یک چند روزی یک لقمنان داشته باشه برخوردن. ولی مثلا خیلی ها رو من شنیدیم دیدیم که بچه چیزی دار و ندار داشته داده به پدر دختر، وقتی دخترش رو برده مثلا با مشکلات بعدا مثلا حتی طلاق مواجه شده، مشکلات هم به وجود میاره داده. خب ممنون، تشکر، بخش موفق باشین. از کدام ولایت؟ ولایت میدان وردک. بهسود؟ آره. خب چند سال شده ازدواج کردیم؟ ازدواج نکردیم الان. مجرد یانوز؟ آره. هست ازدواج داری یا نه؟ انشالله بعد از تحصیل. نامزد هستین یا نه؟ قصد ازدواج نداری فعلا؟ نامزد هستیم. خب گلم دادی یا نه؟ نست هیچ میگیرن یا نمیگیرن؟ خسورت چی گفتن؟ خب یک مقدار شیربه هاست. خب آره، چون نمی روال عرف جامعه است. خب مادر عروس یک مقدار شیربه ها میگیره خلاص. خوبه یا بده به نظر؟ خب نظر خاص در قسمت ندارم. ولی خب اگه بگیرن ازت میتیدی یا؟ آره. یا مجبوری؟ آره یک مقدار برای شیربه ها میدین. خدای دادانه راضی یا نه؟ یا از مجبوری میدونی؟ راضی است. خب انشالله به خیر عروسی کنیم، خوشبخت باشید. تشکر. شما از گلی دختر صحبت کردیم، گفتم علاقی هست فعلی. دختران دخترات چی در ایران در افغانستان مال افغانی ها دیگه کار در دیگه مردم کار ندارن. کلویی هر کشور دختر... رسم و رواج خود داره. کلویی هر چی که چاق بود بهتره. کلونی 100 میلیون. خب آره این هر کسی میخواد زن میخواد. کسایی که از خارج میان یا خب به ارزش پول افغانستان ایران پول زیاد دارن. خارج مردم نه پول زیاد داره، اما همین کار انجام میده اینجا که مردمی غریب بیچاره را همه را بیچاره تر میده. شما ایران زندگی میکنید؟ بله بله، ما 3 سال افغانستان چه ایران زندگی. شما از دختر خودم گله گرفتید یا نه؟ نه یک جوری گرفتم که بعد دوباره خودش را دادم. برای بچه های خود چیم؟ پسر ها گله دادین؟ یک مقدار بله کم کم دادم، نه اینجوری تیالی. ما الان اگر پسر بی خانه می داشتم اصلا نمیتونستم زن کنم. چرا؟ بخاطر؟ بخاطر این کلویی شده. مشکلات اقتصادی؟ آره مشکلات اقتصادی نیسته، خیلی دختر فروشیه، اینا یک خیلی فاجعه در اسلام. تشکر. قربانت. چند سال شده ازدواج کردیم؟ من سال 86 ازدواج کردم، متاسفانه دیگه به هم خورد و الان هم چند سال دیگه مجرد. وقت هم گله طلب کرده بودن، داده بودن چیزی یا نه؟ گله آره، او زمان نزدیک 3 میلیون تومان تقریبا سال 86 هم سال گله. 3 میلیون زیاد بود. آره دیگه زیاد بود. خب دیگه حالا قصد ازدواج نداریم؟ قصد ازدواج در مون تو با این شرایطی الان دیگه هستن پولش نداری هم؟ فراهم نمیشه واقعا دیگه، هم پول و هم دیگه وضعیتی مثلا اقتصادی اینا دیگه یاری نمیکنه که بخوای مثلا دوباره واقعا شما برو شخص شال پیدا کو خدا بزرگ دیدی که جور. نه خب وقتی که زمینه اقتصادی فراهم بشه شخص پیدا میشه دیگه، مشکلی نداره دیگه. خلاصه اصلا می موزه اول شخصشو پیدا کن. نه شخص پیدا میشه همی یا شخص پیدا کردی یا پیسه دیگه مثل... شخص پیدا میشه، فقط همی مشکل اقتصادی و به کلی. خلاصه بین دوستا و آشنا و این طرف که حال شما ایران زندگی میکنین به نظرتون نرخ گله همین حال چقدر؟ ببین یک نرخ خاصی نداره که مثلا بگه که حالا اینقدر، بستگی به او جای هر چیز ولایت داره که حالا بعضی ما شنیدیم دیگه، میگم مثلا حتی به 300 میلیون تومان هم ما شنیدیم واقعا دیگه، که این دیگه خیلی ظلمه اگر مثلا این واقعیت باشه. ولی خب بچه هایی که از خارج میاد دیگه 300 میلیون برشون چیزی نیست. خب برای از ما چیزی نیست، ولی خب امیر رسم کلن خوب نیست که مثلا امی باشه، چون یک سری اینجا هسته واقعا نه درآمدی دارن نه مثلا
او اقتصاد داره که بخوای مثلا خب پای پیش بذاره و کار انجام بده. شما میتونید با یه اقتصادی که مثلا در اونجا خرج میکنه در گله و یا مثلا دیگه میتونید در زندگی خرج بکنه وسایل لوازم. بله بله، برای پیشرفت زندگی، برای لوازم زندگی که واقعا دیگه خب حالا بخیر ازدواج کنی دختردار شی از دختر خود چقدر گله میگیری بس. والا ما اگر مثلا همین چیز اتفاق بیفته ان شاء الله قصدم تصمیم دارم که دیگه همون گله رو کلا دیگه نگیرم. اصل شما نمیه به نظر می نسل جوان اگر نگرفت کم کم خود همی رسم و رواج کم میشه. درست. تشکر. سلامت باشیم. موفق باشیم. چند تا اولاد داری؟ من دو تا پسر دارم. دختر نداری؟ نه دختر ندارم. نوه دارم دختر. خب برای بچه هایتون چقدر گله دادی؟ برای بچه هم اون موقع قلیل زیاد نبود. 1,500,000. 1,500,000 تومان؟ آره 1,500,000 تومان ما در ایران شیرباها دادیم. خب. آره. دیگه آله چقدر از بین دوستا و قومایتون خبر دارین گله چقدر میگیرن؟ آره میگیرن 100 تومن میگیرن 50 تومن میگیرن. این درست نیست هستن واقعا درست. من قبولش ندارم اینو. چرا؟ به خاطر این قبول ندارم که خب اونم اولادی ما دیگه فرق نمیکنه. توی خونه یکی بره دیگه اون که نون نداشته باشه دختری ما بخوره چی فرقی به حال ما میکنه دیگه. ما زیاد قبول نداریم. ما خودمون تانوز قلیل نگرفتیم، شیرباها نگرفتیم. یعنی تشکر. سلامت باشی. ممنون.